بهشت میوزد از کربلای تو، ای کشت باد جان دو عالم فدای تو. رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو. اندر منا ذبیح یکی بود و زنده رفت، اندر منا ذبیح یکی بود و زنده رفت، ای صد ذبیح کشته شده در منای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و سلام به پیشگاه با عظمت یگان منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم در اقصا نقاط این کره خاکی. امیدوارم که هر کجا هستین تحت ظل عنایت مولانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام موفق و مؤید و پیروز باشید. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه حماسه عاشورا در خدمت شما خوبان هستیم. همچنین در خدمت استاد گرامی میهمان برنامه جناب آقای رحیمیان. ضمن عرض خوش آمد خدمت شما جناب استاد، ابتداءً سلام علیکم با بینندگان عزیز داشته باشین تا بحث رو پی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علی المهدی المنتظر. با سلام و درود حضور بینندگان عزیزی که برنامه حماسه حسینی را پی میگیرند، در خدمت شما هست. خواهش می‌کنم. بحثی که جناب استاد داشتیم در برنامه‌های قبل در خصوص خروج امام حسین علیه السلام و به عبارتی رانده شدن آقا از مدینه منوره و ورود به شهر مکه، حریم امن الهی، اما به واسطه والی مکه عمرو بن سعید بن عاص که مأمور بود از طرف دولت وقت و از طرف یزید که عرصه رو بر آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام تنگ کنه و مسائلی رو به وجود آورد. بله، همونجوری که خدمت شما و بینندگان عزیزم در جلسه‌های پیشین عرض کردیم، دشمنای اهل بیت علیهم السلام به خصوص دشمنای امام حسین علیه السلام طبق نقشه‌ای که از پیش تعیین شده بود برای اونها به خاطر کشتن و شهادت امام حسین علیه السلام یه برنامه مدونی را اینها طراحی کرده بودن. بله. اینکه ابی عبدالله حسین علیه السلام رو اجازه ندن در مدینه منوره بمانند، بعد که حضرت از مدینه منوره به طرف مکه مکرمه هجرت می‌فرمایند و در اونجا هم عرصه رو به گونه‌ای به حضرت تنگ می‌گیرن که حضرتش مجبور میشن به طرف کوفه حرکت کنن. بله. اون چه که حائز اهمیته اینه که اینها نقشه رو به گونه‌ای عملی می‌کردن که هیچ گونه رد پایی از اینها نماند، خودشون به جون نگذارن. بله. لذا ما فقط در لابلای تاریخ میتونیم اینو از اون جملاتی که در تاریخ اومده و عباراتی که نوشته شده افزون بر اون از سیره عملی ابی عبدالله حسین علیه السلام و سخنانی که حضرت در این سفر عظیم معنوی خودشون که به هدایتگری انسانها حضرتش مأمور بودن و در جای جای این سفر حضرت سخن از شهادت خودشون مطرح می‌فرمودن. بله. این خودش نشانگر اینی که دشمن با تمام توان برای کشتن امام حسین علیه السلام آماده شده بود. بله. و هیچ درنگی رو برای خودش اجازه نمیداد. اما ابی عبدالله حسین علیه السلام به لحاظ اینکه در اون جایگاه منی و والای امامت قرار گرفته بودند و هدایتگر نسل عصر خودشون بودند و در واقع به یک جمله دیگر حجت الهی بودن برای هدایت انسان ها،
در لحظه لحظه دوران امامتشون، به خصوص اون 6 ماهه آخری که به شهادت حضرت انجامید، به گونه‌ای رفتار می‌کردن که حتی دشمنان را اولا مایوس کنن، در ثانی اگر واقعا کوچکترین خیری در وجود اینها باشه بلکه اینا به طرف خداوند متعال برگردن. بله. و دست از این تصمیم عجیبی که اینها گرفته بودن دست بردارن، یعنی حجت الهی رو که در کره زمین تا اون دوران و بعد از اون دوران تا دامنه قیامت همچون جنایتی رخ نداده بود و دست به همچون جنایتی نزنن، چرا که حضرتش در جملاتی که بیان می‌فرمودن حتی اشاره می‌فرمودن که آنگاه که منو کشتن، خداوند متعال افرادی رو به اینها مسلط می‌کنه و انتقام منو از اینا می‌گیره و اینها تفرقه و پراکندگی در بین اینها به وجود میاد و همون ابتلاعات و همون جنگ و خونریزی هایی که ما میبینیم بعد از حادثه عاشورا دامنگیر مسلمان ها میشه و اینها نمیتونن اونگونه که میخواستن زندگی کنن. لذا حضرت وقتی که در مکه مکرمه بودن، یه اتفاقاتی در مکه رخ میده که با اجازه شما انشاءالله اینا رو طرح کنیم. بله. اول اینکه والی مکه عمرو بن سعید بن عاص، بله، همچنان که والی مدینه مأموریت خاصی نسبت به خود داشت، او هم مأموریتی برای خودشون داشتن از طرف یزید ابن معاویه. اولین وهله وقتی که امام حسین علیه السلام وارد مکه مکرمه میشن، خب این مأمورانشون میفرسته و از حضرت میپرسه که برای چی اینجا اومدی شما؟ خب شما ببینید پسر پیغمبر خدا و یکی از افراد اصحاب کسا از شهر و دیار خودش و از شهر و دیار جدش رانده شده. بله. پناه آورده به خانه خدا، اینجا هم امنیت از طرف یزید نداره و حکومت وقت نداره. این اگه کنار هم واقعا با تأمل انسان اینها رو ملاحظه کنه، میفهمه که چقدر عرصه محاصره رو تنگ تر میکردن و به اوج مظلومیت امام حسین علیه السلام انسان پی میبره که مأمور وقت از طرف حاکم میاد که برای چی اینجا اومده ای؟ جایی که خانه امن الهی است. امام حسین علیه السلام میفرماید از دیگر حجاج سوال کردن که برای چی اومدید اینجا؟ بله پیغمبر بخوان این سوال رو بکنه. بله این خودش جالب توجه واقعا. کسانی که گریه میکنن، عزاداری میکنن، به سر و سینه میزنن، اینها در عمق جانشون مظلومیت ابی عبدالله حسین علیه السلام رو درک میکنن. این باعث میشه که اینها هر سال بهتر و بیشتر از سال دیگر نسبت به امام حسین علیه السلام عشق بورزن تا بتونن این علمی که به عنوان علم خونخواهی امام حسین علیه السلام، این علم سرخ امام حسین علیه السلام رو دست منتقمش ببینند انشاءالله. لذا حضرت فرمودن آئذن بالله به هذا البيت، من از مدینه به این خانه خدا و خدا پناه آوردم، اینجا اومدم با خاندان خودم. بعد خب اینا عرض کردیم که دولت اموی به گونه کارو از پیش طراحی کرده بودن که هم عده‌ای رو مأمور کرده بودن، به عنوان امیرالحاج اومده بودن، اینها تو مراسم حج شرکت کرده بودن و زیر لباس احرامشون اینها شمشیر همایل کرده بودند و مخفی کرده بودند و میخواستن که دور خانه خدا موقع طواف در این مراسم خون حضرت رو بریزن. بله. و از طرف دیگر خود حاکم هم رفت آمدهای امام حسین علیه السلام زیر نظر داشتن، اینها بدونن چه کار میکنه حضرتش. لذا طبری نقل میکنه که وقتی که امام حسین علیه السلام دیگر دیدن جانشون اینجا هم امنیت نداره و اینا میخوان یه کاری بکنن که قداست و حرمت خانه خدا رو با ریختن خون امام حسین علیه السلام در اینجا از بین ببرن، با شتاب از مکه حرکت کردن.
در اونجا هستش که از حضرت پرسیدن چرا با عجله از مکه خارج میشه. طبری نقل میکنه در جلد چهارم صفحه 287 تاریخ خودش، الکامل فی تاریخ هم اینو در جلد چهار صفحه 37 آورده. حضرت فرمود لو لم اعجل لأخذت، اگه شتاب نکنم، اگه عجله نکنم در خارج شدن از مکه، دستگیر میشم و کشته میشم. صحیح. امام عصر اون دوران خامس آل عبا به قربان مظلومیتشون بریم، یعنی احساس امنیت نداشتن اونجا. در همون موقع هستش که حضرت اشاره میکنن هم به قداست مکه مکرمه، هم به شهادتشون در تف، یعنی کربلای معلا، که میفرماین که اگر من کشته بشوم با فاصله یک وجب حتی از حرم امن الهی بهتر برای من که در حرم امن الهی کشته شوم و قداست اینجا زیر سوال بره. در تعبیر دیگر میفرماین اگر من در تف، یعنی در سرزمین کربلا کشته شوم، بهتر از آن است که باز هم در داخل حرم کشته بشوم. و نکات جالبی هستش در این موقع خروج امام حسین علیه السلام از مکه مکرمه. یه تیکه جالبی هست، خطبه ای از حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام نقل شده که در پشت بام کعبه حضرت تو اون خطبه ای که اشاره میکنن به اون حیله ای که امویان نسبت به شهادت ابی عبدالله علیه السلام و خاندان اون حضرت در نظر داشتن، که حضرت اونجا یک خطبه بسیار زیبا و رسائی رو بیان می‌فرمایند و اونجا جان نثاری و رشادت خودشون رو به اون دشمنان اهل بیت علیهم السلام، به خصوص دشمنان امام حسین علیه السلام اعلام می‌کنن. و در ضمن اون خطبه اومده که همان گونه که پدر بزرگوارم امیر عالم هستی امیرالمؤمنین علیه السلام تا جان در بدن داشتن، کوچکترین صدمه و آسیبی به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله نرسید، خطاب میکنن به دشمنان ابی عبدالله حسین علیه السلام، میفرماین و تا من ابوالفضل فرزند علی جان در بدن دارم، کوچکترین آسیبی به فرزند رسول خدا ابی عبدالله حسین علیه السلام نخواهد رسید. که خود این خطبه نیاز داره که یه برنامه خاصی برای این ترتیب داده بشه، که انشاءالله عاشقان حضرت ابوالفضل علیه السلام در اقصا نقاط دنیا که لحظه به لحظه در زندگیشون نسبت به این وجود نازن عشق می‌ورزن، بهتر با این وجود آشنا بشن. بعد خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم یه خطبه جالبی رو باز هم به هنگام خروج از مکه قرائت فرمودن، که هم یاران خودشون رو جمع کردن، هم افرادی که اونجا بودن، که این خطبه هم انشاءالله ما اجازه بدید بعد از این برنامه انشاءالله به این بپردازیم. یه جمله شما حضرت علی فرمودید که حضرت وقتی ازشون سوال شد که چرا به مکه تشریف آوردین، حضرت فرمودن که آئذن بالله و به هذا البيت. بله. اینو من نمیدونم حالا اینطور عرض بکنم، لازم میدونم که در جواب اون کسانی که قائل هستند به این که والی مدینه با محبت با حضرت رفتار کرد و نمیخواست که دستش به خونه امام حسین علیه السلام آلوده بشه، لذا یعنی خونه حضرت رو بریزه در مدینه، این کلام حضرت کاملا جواب بر اون هستش که به خاطر دشمنی او و فشاری که او بر من آورد پناه آوردم بخوان، وگرنه اگر مسئله نبود چرا پناه بیارم، چرا اصلا خارج بشم و چرا پناه بیارم. این جمله بسیار زیباییه، اونم از کلام خود آقا امام حسین علیه السلام. بله، استفاده خب جالب بود. بله، خواهش میکنم. خیلی ممنونم از لطفتون. اجازه بدید که یک برنامه ببینیم با بینندگان محترم و برگردیم در خدمتتون باشیم.
در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه حماسه عاشورا. جناب رحیمیان، اشاره فرمود به خطبه‌ای که حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در پشت بام کعبه، بله، ظاهرا به هنگام خروج بود، بله؟ بله، همون روز ترویه بوده که حضرت خوندن، بله، بله، بله. که ما همون خطبه رو با همون اندازه که عرض کردم بسنده میکنیم که حضرت یک رشادتی اون جانشون دادن و جان نثاری خودشون رو اعلام فرمودن و ترسیمی از اون صحنه‌ای که دشمنان اهل بیت علیهم السلام برای اهل بیت علیهم السلام کشیده بودن بیان فرمودن، بله، که خودش خیلی قابل توجه هست. و یه خطبه ای هم خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام داره. واقعا این کاروان از روزی که از مدینه منوره حرکت کرده به طرف کوفه داره میره، به قول امروزی ها بوی خون میداد و حضرت شهادت خودشونو در جای جای این مسیر اعلام میفرمودن. این اعلام به دو جهت بود، یکی این که دوستان بفهمن که حضرت جلو چشم اونها، دیدگان اونها داره شهید میشه. اینا همون که عرض کردیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله در روزهای تولد امام حسین علیه السلام و اون روزهایی که امام حسین علیه السلام دوران کودکی رو طی می‌کردن، بله، اونجا حضرت محافل سوگواری و عزاداری تشکیل می‌دادن و اونجا می‌فرمودن که باید یاری کنید فرزند منو. درست. اما امروز جلو دیدگان مردم امام حسین علیه السلام در لحظه لحظه حرکت خودشون حل من ناصر میفرمان، برای خودشون یاری میطلبن، ولی کسی همینجوری بی تفاوت مردم گوش میکنن. اما عده خاصی که اینا انتخاب شده هستن در رکاب امام حسین علیه السلام حرکت میکنن. یه فرصتی هم بود برای محبان که اگه میخواین همراه ما باشین و به سعادت ابدی برسین، بسم بله، الله. بله، متاسفانه، بله، اونهایی که باید استفاده کنن نکردن و حتی اومدن دنبال، بله، بله. و فرصت دیگری بود که این دشمنان حداقل یه مقدار کوتاه بیان، چون امام هدایتگر هست، اینا دست به این جنایت بی نظیر تاریخ دست نزنن. لذا حضرت اشاره می فرمودن یه خطبه ای رو که در مکه مکرم به هنگام خروج حضرت قرائت فرمودن، اینه که فرمودن الحمدلله ما شاء الله ولا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله، خدت الموت علی ولد آدم مخدت الغلادته علی جید الفتات. خب طبعا ما خودمون احساس میکنیم که حضور امام حسین علیه السلام هستیم، بله، و داریم به سخنان حضرتش گوش میدیم. ببینیم در اون موقعیت امام معصوم چی میفرمان و هدفشون رو چگونه میخوان به اون مخاطبین خودشون برسانن. بله. حضرت اول سپاس خدا را به جا میارند و بعد میفرمایند اون چی خداوند متعال بخواد همون خواهد شد. اینا که پله های خداشناسی است واقعا برای همه عصرها و نسلها. بعد میفرمایند هیچ نیرو توانی نیست جز از طرف خداوند متعال، و درود میفرستند به جد بزرگوارشون رسول اکرم صلی الله علیه و آله، بلا فاصله سخن از مرگ مطرح میکنند. این مرگی که با زندگی انسان عجین شده، بله. طبعا انسان یه روزی از دنیا خواهد رفت، اما چه زیباست که انسان در رکاب ائمه معصومین علیهم السلام باشد. یعنی مرگ او شباهت به مرگ اهل بیت علیهم السلام داشته باشه و زندگی او نظیر زندگی خاندان عصمت و طهارت باشد، که این در واقع چون این انسانی یک شخصیتی دارد که به طرف کمال حرکت میکنه. حضرت میفرماید مرگ برای فرزندان آدم همانند گردنبند بر گردن دختران بسته شده است. این گریز از مرگ نیست، اما مرگ عزتمند مهم هست. بعد و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. حضرت میفرماید چقدر من آرزومند دیدار نیاکان خودم هستم. عرض کردیم که یعنی جدشون پدر بزرگوارشون، مادر بزرگوارشون و برادر ارجمندشون که
باقی مانده از اون خمسه طیبه ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود. لذا در یک روایتی امام صادق علیه السلام وقتی میپرسن چرا مصیبت امام حسین علیه السلام از همه مصائب بالاتر بود و هیچ مصیبتی به مصیبت امام حسین علیه السلام نرسیده و نخواهد رسید، حضرت فرمود به خاطر اینکه ابی عبدالله الحسین علیه السلام یادگار خمسه طیبه بود. بله. تا آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودن مردم دلشون خوش بود به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و مسلمانان و شیعیان. بعد از رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله دلشون خوش بود به جان رسول اکرم صلی الله علیه و آله، امیر عالم هستی، امیر المؤمنین علیه السلام. بعد از امیر المؤمنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام مردم یعنی دل بسته بودن، اونایی که دل بسته این خاندان بودن. بعد از امام حسن علیه السلام تنها امیدشون ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود که دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیده بودند و یادگار رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودند. رضا خود حضرت می‌فرماید من مشتاقم به لقا و دیدار گذشتگان خودم، همانند اشتیاق یعقوب به یوسف فرزندش، اون اشتیاقی که داشت. بعد می‌فرماید برای من از پیش جایگاهی برای کشته شدن من مشخص شده است. بعد اینم می‌فرمایند که من اونجا رو ملاقات خواهم کرد، یعنی به اونجا خواهم رفت. در ادامه حضرت می‌فرماید که انی به اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا. اینجا دیگه یه چهره خشن دشمنان خودشونو که اینا دشمنانی بودن که دیو صفت که با ددمنشان ترین صفات خودشون آمادگی اعلام میکردن برای اینکه در برابر فرزند رسول اکرم صلی الله علیه و آله قرار بگیرن و مظلومانه امام حسین علیه السلام به شهادت برسانن. لذا همون در مکه و به هنگام خروج حضرت فرماید گویا میبینم که گرگهای بیابان بین نواویس که قریه ای بود نزدیک های کربلا و سرزمین کربلا منتظر من هستند که بین بند بند من وجود من اینها فاصله بیندازن و شکمهای خالی خودشونو از خون من پر کنن. این نهایت مظلومیت یک شخصیت عظیم الهی است که در زیر آسمان در اون دوره حجت الهی بودن. رضا خود حضرت هم در روز عاشورا به اینا اشاره فرمودن. بعد می فرماید لا محیث ان یوم خدت بالقلم رضا الله رضانا اهل البیت. گریزی نیست از اون چی که خداوند متعال در اون قلم قضای خودش برای انسانها رقم زده است. ما باز هم عرض کردیم که در برنامه های پیشین این قلم همون قلم اختیار است که خداوند متعال دو تا راه پیش روی انسان قرار می دهد که اگر ما قدیری می شدن انسان ها و از اون خط قدیر اگر تبعیت می کردن، پیروی می کردن، دنیا سراسر معنویت و کمال و سبز و خرم می شد. اما چون پشت و پا زدن به اون چی که خواسته خداوند متعال بود، راه شیطان را انتخاب کردن و در سقیفه اینا جمع شدن و مسئله رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله رو که به امامت این تبدیل میخواست بشه تبدیل کردن به ریاست و خلافتی که خودشون میخواستن. نتیجهش همین شد که بعد از 5 دهه منجر میشه به شهادت بهترین انسانی که از طرف خداوند متعال در کره زمین زندگی میکنه و فرزند رسول اکرم صلی الله علیه و آله با اون همه فضائلی که حضرت درباره او فرموده بودند. نه یک ظاهره حدیث قدسی هم داریم در خصوص اینکه خداوند تبارک و تعالی میفرماید که لو اجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. بله بله بله، اگر میومدن
و اجتماع میکنه به ولایت آقا امیرالمومنین، اصلا خداوند جهنم رو خلق نمی کرد. بله بله طبعا همینه. بله این روایت هم از جمله روایات همینطور امتداد داره در طول بله زمان. همینه بله امتداد همون دیوار کجی است که تا آخر این همینجور بالا میره که بله اینا اون زمان پی اینو ریختند و اساسش رو پی گذاری کردن، که در زیارت عاشورا هم اشاره میشه که اللهم الان من اسس اساس هاز از ظلم، یعنی ظلمی که در روز عاشورا به امام حسین علیه السلام روا شد، این ستمی بود که تأسیسگران این از آغاز اینو تأسیس کرده بودن. بعد حضرت در ادامه فرماید ما اهل بیت اون چی که خداوند متعال راضیست برای ما، ما راضی هستیم به رضایت خداوند متعال، صبر میکنیم به اون ابتلاعات خداوند متعال و آزمون خدا و خداوند متعال به بهترین کیفیت برای صابران پاداش میدهد. در یک جمله در اون انسانهایی که اومده بودن دور اون کعبه طواف میکردن، کعبه خود نمادیست از کعبه حقیقی دلها امام هر عصر، در واقع اینها باید به دور ابی عبدالله الحسین علیه السلام میچرخیدن نه دور کعبه، چرا که کعبه حقیقی امام حسین علیه السلام بود. ولی با توجه به اینکه سخنان امام حسین علیه السلام و اتمام حجت حضرتش شنیدن، اما باز هم به همین عمل سوری خودشون ادامه دادن و به یاری فرزند پیامبر نشتافتن. حضرت میفرماید که من کان باذلن فینا محجته، اونجا اعلان فرمودن، اعلان عمومی، همون اعلانی که الان دوستداران ابی عبدالله حسین علیه السلام در اقصا نقاط جهان میشنون و اینا در واقع با جوشش خونشون هست که این حرکت عظیم و فرهنگ عظیم عاشورا رو به گونه بالا بردن که همه فرهنگ ها تحت شعاع این فرهنگ قرار گرفته. حضرت فرمود من کان باذلن فینا محجته، کسی که میخواهد جان خیش را فدای راه ما کند، فدای ما کند، و موتنن علی لقاء الله نفسه، و خودشو آماده کرده به دیدار خداوند متعال بشتابد، فلیرحل معنا، با ما کوچ کند و حرکت کند، چرا که فانی راحل مصبحا ان شاء الله تعالی، فرمودن من فردا بامدادان ان شاء الله حرکت خواهم کرد. و اینجا حضرت اتمام حجت کردن به این آدم ها و انسان هایی که اومده بودن به خانه خدا به عنوان انجام یکی از اعمال الهی، بله، اما حجت الهی تنها و غریبانه از مکه مکرمه میخواستن حرکت کنن. با در خصوص ببینید، خب افراد زیادی از کشورهای مثلا از بلاد دیگه اومده بودن برای حج، بله، این وجود داره که کسان حضرت رو نشناخته بود، مثلا نشناخته باشن، این مسئله هست که مثلا نشناسن که حضرت رو یاری نکردن، که بهونه ای باشد برای دشمنان، چون ما مثلا نمیدونست، یا اون کسانی که کوتاهی کردن در این خصوص بودن کسانی که نمیشناختن حضرت رو، یا همگی میشناختن؟ ده جایگاه امام حسین علیه السلام از طرفی به گونه ای بود که امکان نداشت که حضرت تو مکه نشناسن، و از طرف دیگر چون دوست دشمن حضرت رو میشناختن، و از طرف دیگر پاسخ این سوال شما اینه که خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام چون امام بودن و حجت الهی بودن، میخواستن حجت برای همگان تمام بشه، لذا خود اینکه در مراسم حج حضرت شرکت فرمودن یکی از عللشون بود که میخواستن اتمام حجت کنن. بله. اما تبلیغات دشمن به گونه ای بود که در مورد شخصیت اهل بیت علیهم السلام، که اینا اون مقام حقیقی اهل بیت علیهم السلام رو نمیشناختن، بله، و از طرف دیگر کسانی هم که میشناختن اینها عذر بهانه می آوردن، و رضا هستش که عده ای رو که حتی از نزدیکان بودن که به اینها پرسیدن که چطور شما به یاری حضرت نشتافتید، که حضرت فرمود اونا جوابشون بود که اصلا اینا افراد شناخته شده ای بودن که اینها نوشته شده بودن که یاران ابی عبدالله الحسین علیه السلام، گرچه یعنی این سعادت نصیب هر کس نمیشد مسلمه، و قطعا اینها کوتاهی کردن، و کوتاهی اینها هم پاسخش این بود که بعدن اون ابتلاعاتی که
به اینها گرفتار و ابتلاعات شدن و از طرف دیگر به اون سعادتی که باید اینا میرسیدن نرسیدن. در هر صورت ابی عبدالله الحسین علیه السلام وقتی که خارج میشدن از جمله کسانی که جلو اومدند و عرضه داشتن که به امام حسین علیه السلام که به طرف کوفه حرکت نکنن چون تصمیم حضرت رو میدونستن، این محمد ابن حنفیه بود، برادر ابی عبدالله حسین علیه السلام، برادر ناتنی البته، بله، فرزند امیر مؤمنان علی علیه السلام که از مادری که حنفیه نام داشته، بله، او گفتش که پیشنهاد کرد به امام حسین علیه السلام چون گفتگوی بین این دو برادر حائز اهمیت است و جالب است که باز هم امام حسین علیه السلام یه بخشهایی از این جنایات و عملکرد مخالفان را در اینجا مطرح میکنن. محمد حنفیه گفت شما از مردم کوفه و از اون موقعیت اونها و از حالات اونها خبر دارید، حیله هایی که نسبت به پدرمون اینا انجام دادن، رفتارهایی که با برادرمون امام حسن علیه السلام داشتن که بی یاور گذاشتن و حمایت نکردن، اگر به طرف کوفه که حرکت میکنید شتاب نکنید. حضرت فرمودن یا اخی قد خفت و ان یقتالنی یزید ابن معاویه فی الحرم فاکون الذی یستباه به حرمت هذا البیت. بازم حضرت اینجا اشاره فرمودن برادرم بیم آن دارم که یزید با مکر و حیله ای که دارد مرا در حرم امن الهی به شهادت برساند و بدین سبب حرمت خانه خدا را حد کند. لذا یکی هم علتهاش اینجا بازم حضرت اشاره میفرمان که حتما باید حرکت کنن. لذا حضرت در بامداد روز هشتم یعنی روز ترویه مکه رو به طرف کوفه ترک میفرمان. خب خیلی ممنون. نقل چه به حضرت عرض کردن آقا مگه منا نمیاد، مگه عرفات نمیاد، چه اون شاعر بسیار زیبا، حالا مصرع اولش به یادم هست که شاعر میگه حضرت فرمودن عرفات عشق بازان سر کوی یار باشد، و تلویحا در ادامه اشعار که حضرت فرمودن مالا زبان حال حضرته که بله من قربانیام هم دنبال خودم آوردن، منای من جای دیگه است، حتی قربانی جلو فرستادن به نام مسلم ابن عقیل علیه السلام. خدا را قسم میدیم به ذات پاکش که تا اون لحظه ای که جان در تن داریم ما را از محبین حضرت قرار بده و آخرین کلام در دنیا و اولین کلام در آخرت نام مقدس امام حسین علیه السلام بر زمان ما جاری باشه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. خواهش. عزیزان بیننده از اینکه تا کنون با ما بودید تشکر میکنم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.